پوزیشن استیکی من میام اینجا سکشن قرار میدم و کلاس فرست و میام اینجا برمیگردم میگم بادی یا بیت ست بباشه بیت ست مین هیتت بشه اونم 2000 پیکسل. بهتون میگم چرا این کار رو داریم میکنیم. قبلش من یه تگ پی قرار میدم. تو خیلی از سایت ها دقت کنید از این بعد میبینید پوزیشن استیکی رو زیاد استفاده میکنه. اینجا الان در واقع من یه پی قرار دادم، یه المنت قرار دادم به نام پی و الان F5 که میزنید اون بالا ببینید اون دیتا های قرار گرفت. اون دیتا رو بذار بیشترش کنم، لور ضرب در دو مثلا دیتا اومد بیشتر قرار گرفت و میام این کلاس میام میگم که یه سکشنی دارم به نام کلاس فرست و برمیگردم میگم ویدث باشه 100% و هیت تام باشه مثلا 50 پیکسل و یه بک‌گراند کالر میذارم به نام گری و هیچ فعلا هیچ. خب پوزیشنش هم میدونم که به صورت حالت عادی استاتیکه، یعنی هیچی اتفاقی نمیفته. اونم که معلومه بکشم پایین که هیچی اصلا هیچ اتفاقی نیفته. کافیه من اینو بکنم استیکی، بکنم استیکی و بذارم تاپ مثلا 0. چه اتفاقی میفته؟ اولا برگشتم گفتم پوزیشن میشه استیکی، الان متوجه میشه استیکی دقیقا شبیه به فیکسه. خب یک دو بعد گفتم تاپت که صفر شد بیا پوزیشن استیکی رو اجرا کن، معنیش این میشه بیام اینجا F5 رو بزنیم نگاه کن همین که بیاد تاپش صفر میشه میبینید دیگه با من این منوه کنده میشه و میاد و حالا وقتی میرسه به متن دیگه با من نمیاد. مثلا طرف میاد سایت طراحی میکنه، هدر داره سایتش و بعد منو داره و کلی کانتنت توشه، بعد اگه میخواد بیاد پایین در واقع اسکرول همین که بهش میرسه نگاه کن اسکرول نگاه کن اینجا رو ببینید این بالا این نقطه که این بالا هستش همین که میشه تاپش صفر، یعنی اینکه ایشون تاپش با این مقداری که بالا هستش شد صفر، بیاد با من کنده بشه بیاد پایین. خب من گفتم تاپش که صفر شد بیاد با من دیگه کنده بشه بیاد پایین، شاید به چیه؟ شاید به فیکس هستش. خب حالا مثلا اگه بزنم 10 پیکسل چی ببینیم چی میشه. من دارم میگم 10 پیکسل ببینید در واقع از بالا 10 پیکسل فاصله داره، گفتم بیا با من کنده شو بیا پایین. پس استیکی هم به این شکل هستش که شبیه به فیکس میمونه و با من کنده میشه میاد پایین. تاپش هم گفتم باشه 0، حالا که دوست داشتیم گذاشتیم 10، مقدارش هم گذاشتم 100. حالا مثلا یکی برمیگرده میگه این بشه 20%، خب میگم باشه. آیا لفت میگیره؟ بیا امتحان کن لفت، مثلا چه میدونم 100 پیکسل میزنم و میبینید که لفت رو هم میگیره، کافی هستش با هم بزنم بیاد با هم پایین و به این شکل تونستم ازش استفاده کنم. دیگه کلکویناش هم با خودتون، زیاد چیز سختی نیست، میتونید استفاده چی میگن در واقع بیاید پیاده سازی بکنید و ببینیدش. استیکی کاملا شبیه به فیکس هستش، فرق با فیکس نداره. فرق عمدهش این هستش که شما در واقع توی فیکس انگار شبیه به هم پول است که دیتا میتونست المنت میتونست بره زیرش قرار بگیره. خب ولی شما در واقع میتونید بیاید یه المنت رو اینجا قرار بدید یا حالا 10 تا المنت یا 100 تا المنت قبل این سکشنی که اصطلاحا فرست هستش قرار بدید و این رو چیکار میکنه؟ فشار میده به سمت پایین. حالا ناکن مثلا من یه پی دیگه اینجا قرار میدم میاد لورن، در صورتی که برای فیکس و ابسولوت این شکلی نبود. خب اینا قابلیت های خیلی خوبه دیگه که این دو پوزیشن داره برای پوزیشن فیکس و اصطلاحا ابسولوت این شکلی نبودش، می اومد دقیقا زیرش خالی می شد و دیتا می رفت زیرش قرار می گیره. این اومده در واقع دیتایی که بالاش قبلش داره قرار می گیره این رو فشار میده میاردش به سمت پایین. خب در واقع به سمت پایین فشارش میده، یعنی در واقع جاش رو مشخص میکنه. اینم میگه شما تو هم جایی که داری مشخصه، ولی همین که میای شما برمیگردی مثلا میگی تاپش شد 10 پیکسل، یعنی که با اون در واقع با اون بروزر شما قسمت تاپش میاد 10 پیکسل مقدارش میشه، خودتو چیکار کن شبیه به پوزیشن فیکس کن و اگر دیتای بعدش باشه حالا مثلا پی مقداری که اینجا هستش پی لورن من یه لورن بذارم ضرب در مثلا 5 ببین چه اتفاق میفته، میاد چی میشه از روش عبور میکنه. دقیقا میبینید به این شکل شروع میکنه عبور کردن. به درد میخوره خیلی پوزیشن های استیکی بیشتر از فیکس توی
اصطلاحاً طراحی وب استفاده میشه. استیکی پوزیشنی هستش که خیلی کاربرد داره برای اینکه این مدل کارها رو شما بخواید باهاش انجام بدید و بیشتر از فیکس استفاده میشه. خب این پوزیشن استیکی بود که در موردش من صحبت میکردم، مثالش رو حل کردم دیگه، کاملا متوجه خواهید شد کجا میتونید ازش استفاده بکنید و مواردش رو هم گفتم. بریم بعد از این حالا یه استراحتی بکنیم در حد 20 دقیقه، بعدش بیایم یه چند تا پلاگین بنویسیم و نمیدونم به زد ایندکس رو هم بگیم. فکر میکنم دیگه نمیرسیم به اینکه انتی چایلد ها اینا، میمونه برای جلسه بعد.